امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389، 19 می 2010 و اکنون به خبرها می‌پردازیم. درود بر شما بینندگان شبکه وین. از شهر واشنگتن دی سی در استودیوی رویترز آخرین خبرهای روز ایران و جهان را به استحضارتون می‌رسونیم. وحید زرقامی هستم. وقتتون بخیر، لیلی بازرگان هستم. این کار درستی نیست، چون شرکت های کشتیرانی ایران به دلیل تحریم ها میتونن از پرچم سایر کشورها استفاده کنند. یعنی به جایی که پرچم ایران رو برافراشته کنند، پرچم سایر کشورها رو برافراشته میکنند. بنابراین آیا دولت امریکا یا سازمان ملل میخواد همه کشتی هایی که به طرف ایران روانه است یا از ایران خارج میشه بازرسی کنند؟ فکر نمی کنم این کار عاقلانه‌ای باشه و به آسانی بتونن انجام بدن. عبدالکریم لایجی میگه که این محاکمه قاتلین بختیار مسئله ایست که میتونست عقب بیفته، میتونست اینو بذارن برای یک سال دیگه حتی و میتونست دادگاه فرانسه راحت بگه این 18 سال حالا وقتش نیست، این رو باید ما اضافه کنیم به 20 سال یا 19 سال برسیم. منم متاسفم از این خبری که شنیدیم، ولی آرزو میکنم و تصور میکنم که این فقط یک تهدید باشه. اشکرم تا این لحظه نترسیدم. ترس چیزی نیستش که آدم تصمیم بگیره بترسه یا حتی تصمیم بگیره نترسه. اون چه مسلمه با دستگیری پناهی این حریم بین دولت و هنرمندا از میان برداشته شده، الان هر چیزی امکان پذیره. شخصیتی که من بازی میکنم بسیار مرموزه و من به راحتی نمیتونم بگم که اون کیه و من این رمز و راز رو دوست دارم. با درود خدمت شما عزیزان بیننده شبکه وین و پیگیر اخبار فرهنگی هنری. همه شما جناب بزغاله را حتما به یاد میارین. بزغاله در قلعه حیوانات نقش ویژه‌ای بازی میکنه، به خصوص در قلعه حیوانات ایران. یکی از قوانین اصلی قلعه حیوانات این بود که همه حیوانات با هم برابرند. خب البته این مسئله بسیار مهمه و باعث میشه که همه حیوانات احساس بدی نکنند. اما وقتی جناب ناپلئون یا حاکم قلعه حیوانات اومد و قوانین رو اندکی دست زد، خب بقیه متوجه شدن که هر انقلابی در طول زمان اندک اندک قوانینش اصلاح میشه، یک مجمع تشخیصی میاد و قوانین رو درست میکنه و به همین دلیل بعضیا برابرتر شدن و مهمتر از حیوانات برابر قبلی. در ماجرای انرژی هسته هم حتما همونطور که یادتون هست شعار داده میشد انرژی هسته حق مسلم ماست و هر کسی حرف دیگری میزد حتما به زندان میافتاد. اما به تازگی بعد از توافق اخیر میان ایران، برزیل و ترکیه، خب انرژی هستی حق مسلم ما نیست و تبادل هستی حق مسلم ماست.